سرخط خبرها و مهمترین های اخیر امروز. پلیس کابل: دزدانی که قصد سرقت پول و سلاح یک مامور امنیتی را داشتند کشته شدند. ترور 3 تن در دمازنگ شهر کابل. تیراندازی در امریکا منجر به کشته و زخمی شدن 14 نفر گردید. حملات طالبان به ولسوالی ها: بیشترین آسیب به افراد ملکی و دارایی های عامه می رسد. و همچنان در اخیر، درخواست عاجل محمد محقق از اشرف غنی. به نام یاد خدا و با عرض سلام به یکی از دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. پلیس کابل می گوید که در نتیجه تیراندازی افراد مسلح در مقابل شرکت برشنا در نایه 3 شهر کابل 2 نفر کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. با گزارش اسپورنیک به نقل از روزنامه اطلاعات روز، بصیر مجاهد عامر مطبوعات فرماندهی پلیس کابل گفته است که این رویداد حوالی ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر امروز رخ داده است. آقای مجاهد افزوده است که پلیس در پیوند به این رویداد یک نفر را بازداشت کرده است. با گفته مجاهد، فرد بازداشت شده که یک مامور امنیتی است، در تحقیقات ابتدایی گفته که کشته شدگان قصد سرقت پول و سلاح او را داشتند و در جریان درگیری متقابل 2 نفر از سارقان از سوی او کشته شدند. مجاهد در ادامه گفته است که زخمیان این رویداد توسط پلیس به شفاخانه منتقل شده و از محل رویداد 1 میل سلاح نیز به دست آمده است. او تاکید کرده است که بررسی های پلیس به خاطر روشن شدن بیشتر این رویداد آغاز شده است. پیشتر گزارش شده بود که 3 نفر توسط افراد موتورسایکل سوار در ساحه دمازنگ کابل هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شدند. ترور 3 تن در دمازنگ شهر کابل. چند لحظه پیش 3 تن در دمازنگ شهر کابل ترور شدند. با گزارش اسپورنیک به نقل از آریانا نیوز، شاپور فرهمن خبرنگار آریانا نیوز در محل رویداد میگوید که این افراد توسط شلیک مردان مسلح موتورسایکل سوار در دمازنگ شهر کابل به قتل رسیدند. پلیس تا هنوز درباره هویت جانباخته ها چیزی نگفته، اما منابع به خبرنگار آریانا نیوز گفته است که این افراد کارمندان امنیتی بودند. اما پلیس کابل میگوید که ساعت 2:30 بعد از ظهر امروز در اثر تیراندازی افراد مسلح در مقابل شرکت برشنا در مربوطات نایه 3 شهر کابل 2 تن جان باخته و 2 تن دیگر زخمی گردیدند. در پیوند به این قضیه پلیس 1 تن از جانب درگیر را که منصوب امنیتی است بازداشت کرده است و نظر به اظهارات ابتدایی فرد بازداشت شده کشته شدگان کسان هستند که قصد سرقت پول سلاح وی را داشتند. تیراندازی در امریکا منجر به کشته و زخمی شدن 14 نفر گردید. این تیراندازی در جریان 1.5 ساعت در نواحی مختلف هومه ققنوس اریزونا ادامه پیدا کرد. با گزارش اسپوتنیک، یکی از کانال‌های تلویزیونی امریکا با اشاره به اطلاعات پلیس شهر خبر داده است که تیراندازی روز پنجشنبه در هومه آرزیوینا آغاز شد که در اثر آن 13 نفر زخمی و 1 نفر کشته شده است. طبق گزارشات موجوده گفته می شود تیراندازی ها از داخل یک موتر حداقل در 8 محل صورت گرفت و تیراندازی تا 1.5 ساعت ادامه داشت. برخی از قربانیان زخمی شدند. در این حادثه چندین نفر در اثر تصادفات رانندگی نیز زخمی شدند و یا بر اثر اصابت ایربگ مجروح شدند. پلیس محل خبر داده است که مظنون را بازداشت کردند. جنگ در پاتوی دایکندی. محقق: طالبان سرگرم آتش زدن و چپاول و خانه های مردم هستند. محمد محقق، مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور سیاسی و امنیتی، میگوید در ولسوالی پاتوی دایکندی جنگ شدید است و طالبان سرگرم با آتش زدن و غارت خانه های مردم هستند. خبرگزاری افق: او امروز جمعه 28 جوزا در صفحه فیسبوک خود نوشته است که طالبان نقطه سر تگاب پاتو را گرفته، با آتش زدن و چپاول خانه ها مشغول هستند. محقق تأکید کرده است که حکومت باید اقدام سریع برای تصفیه پاتو انجام دهد. همزمان منابع محلی در دایکندی میگویند طالبان در پاتو در حال پیشروی هستند و این گروه خانه های مسکونی و خرمن های مردم را با آتش کشیدند. گفته شده که صدها خانواده نیز در پی تجدید درگیری ها آواره شدند. مسئولان امنیتی تا کنون در این زمینه چیزی نگفتند. جنگجویان طالبان از یک هفته به این سو حملات شدیدی را در ولسوالی پاتو برا انداختند.
دایکندی از ولایت‌هایی است که گروه طالبان در برخی از نقاط مرزی آن فعالیت دارند و باعث اخلال امنیت در این ولایت می‌شوند. حملات طالبان به ولسوالی‌ها بیشترین آسیب به افراد ملکی و دارایی‌های عام می‌رسد. خبرگزاری سپوتنیک افغانستان. با گفته مسئولین وزارت دفاع و داخله، طالبان قادر به تصرف مناطق نیستند و پس از حمله با تلفات زیاد از جانب نیروهای امنیتی و دفاعی رانده می شوند و بیشترین آسیب حملات طالبان به افراد ملکی و دارایی های عامه وارد می شود. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالح ملی می گوید که تصمیم امریکا درباره خروج کامل نیروهای این کشور از افغانستان به طالبان فرصت داده است تا خشونت ها را افزایش دهد. رئیس شورای عالی مصالح ملی که اخیراً در یک نشست در کابل سخن می‌زد تاکید کرد که طالبان با افزایش خشونت‌ها می‌خواهند در میدان جنگ پیروز باشند، اما به گفته عبدالله عبدالله گروه طالبان باید بدانند که از راه جنگ نمی‌توانند بر افغانستان فرمان روایی کنند. رئیس شورای عالی مصالح ملی در بخش دیگر از سخنانش گفت طالبان با نادیده گرفتن فرصت پیش آمده برای سال یک ضایعه بزرگ را ثبت تاریخ می‌کنند که هزینه آن را مردم افغانستان می‌پردازند. این در حال است که امروزه اخبار ضد و نقیض مبنی بر سقوط ولسوالی‌ها در ولایات مختلف افغانستان به دست طالبان نشر می‌شود، خبرهایی که معمولاً توسط مسئولین حکومت رد می‌شوند. با این حال احمد زیازیا معاون سخنگوی وزارت داخله در پاسخ به پرسش اسپوتنیک افغانستان مبنی بر اینکه چند فیصد خاک کشور تحت کنترل طالبان است می‌گوید فیصدی مشخصه که معلوم کند چند فیصد خاک افغانستان به دست طالبان و حکومت است معلوم نیست، اما طالبان به مناطقی که حمله میکنند قادر به تصرف آن نیستند، زیرا از سوی نیروهای امنیتی به زودترین فرصت دوباره رانده میشوند که در پی آن تلفات سنگین به آنها وارد میشود. افزایش نامنی‌ها در پایتخت و دیگر ولایت‌ها سبب شده است تا مردم اعتمادشان را به حکومت از دست بدهند. تا جایی که نیروهای امنیتی پس از نبرد با گروه طالبان به این گروه تسلیم شده و توان مقابله در مقابل جنگجویان را ندارند. رولا احمد زای سخنگوی وزارت دفاع در گفتگو با اسپوتنیک افغانستان میگوید اکنون وضعیت در بخش‌های مختلف بیشتر از 20 ولایت کشور جنگ است و گروه طالبان در مناطقی که به تصرف میکنند بیشترین آسیب را به افراد ملکی و دارایی‌های عامه وارد میکنند. تنها از اول سال روان میلادی تا کنون گروه طالبان علاوه بر تخریب ده‌ها کیلومتر جاده‌های اسفالت شده در برخی از شهرهای کشور، تخریب مکتب‌ها، زیربناها و تخریب ساختمان‌های دولتی نزدیک به 250 پل‌های بزرگ و پلچک‌ها را در ولایت‌های مختلف کشور تخریب کردند. در اثر حملات جنگی طالبان بیشترین ولایت آسیب دیده ولایت‌های قندهار، لوگر، هلمند، بغلان، وردک، لغمان، هرزگان، کابل، کنر، بلخ، کندز و تخار به خانه‌ها، مواشی و کشتزارهای مردم و همچنان به تأسیسات عامل منفعه و زیربناهای کشور وارد کردند. این حملات پس از اعلام خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان شدت گرفت و باعث افزایش خشونت‌ها در برابر افراد ملکی شد، چیزی که دکتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه در کنفرانس خبری بر آن تاکید می‌کند. مسعود گروخیل با انتقاد از گفته‌های دکتر عبدالله می‌گوید کسی نیست که از خود دکتر صاحب عبدالله بپرسد که خودتان چیکاره هستند، نقششان و تاثیرگذاریشان در چی است جز رفتن به کنفرانس ها و سخنرانی کردن. امروز وضعیت کشور جایی رسیده است که مردم دیگر از زندگی کردن به سطوح آمدند. مردم یک لحظه آرامش ندارند. سلمان علی دوزاده کارشناس سیاسی در پیوند به اظهارات اخیر رئیس شورای مصالحه میگوید دلیل افزایش این خشونت ها تنها خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نیست، بلکه تبانی امضای توافقنامه بین آمریکا و طالبان در مورد بنهای پنهان این توافقنامه بود که طالبان را جسور ساخت. تشکر که دایندم با ما بودید. شبتان خوش.